با سلام و درود به یاران عزیزم، با آرزوی توفیق و سلامتی شما یاران گرامی در کلیه مراحل زندگانی. دوستان عزیزم، جلسه دیگه‌ای در خدمتتون هستم و سوالاتی رو که شما مهربانان مطرح کردید و فایده عمومی داره و در رابطه با فصول و آموزش‌های مختلف مکتب سیر تحول جوهری، مکتب سلوک تن و روان هستش، به عرضتون میرسونم تا بعد پاسخش رو ارائه بدم. با سلام جناب آقای دکتر آزمایش، دوست عزیزی سوال کردن که در پیرامون مبحثی که شما راجع به قلب مؤمن فرمایشاتی داشتین، گفتن این دل یا قلب با کجای وجود انسانه؟ قلب سنوبری که خاصیتش فقط خونرسانیه و ابزاری مادی در خدمت انسان. عارف بزرگی میگه که قلب حقیقی همون حالت بی ذهنیه، یا به تعبیر دیگه ذهن خالی از افکار. با تشکر، بحث مربوط به قلب میشه و قلب، واژه قلب مکررن در قرآن مجید ذکر شده. البته تعبیر فؤاد، تعبیر صدر از قلب به عمل اومده، اما قلب، همین قلب صنوبری که کار یه دونه پمپ رو میکنه، یعنی خون رسانی میکنه به سراسر بدن در گردش بزرگ خون، و خون رسانی میکنه به خودش در گردش کوچک خون، عجایب بسیاری داره. عجایب القلب. جناب غزالی یک کتابی درباره قلب داره، عجایب القلب. شیخ نجم الدین رازی میفرماید ایشون با اینکه فصول متعددی رو در این کتاب مورد بحث و ارائه قرار داده، اما عشری از اعشار و یکی از هزار رو بیان نکرده. بله، قلب یک فونکسیون مکانیکی داره، تردیدی نیست. اگر که نارسایی، ناهنجاری در کار قلب ایجاد بشه، قلب رو عوض میکنن، از دستگاه های مصنوعی برای پمپاژ خون استفاده میکنن که همون کار قلب رو میکنه. اما اون دستگاه مصنوعی که یه دونه پمپ مکانیکیه که خون رو به سراسر بدن میرسونه، یکی از فونکسیون های قلب رو انجام میده. قلب وجوه متعدد داره، فونکسیون های متعدد داره که یکیش خون رسانی به بدن. این یکی از وظایفشه. در این صورت مانند یه پمپ مکانیکیه. میتونیم تصور کنیم که قلب پمپ. اما خارج از این، ویژگی های بسیاری داره که اهل سلوک بهش پرداختن و مفصل راجع بهش مباحثی رو اختصاص دادن. مهمترینش مطالبی که در قرآن مجید ذکر شده. بحث قلب شناسی یک بحث بسیار جذاب و پر از مطالب شگفت‌انگیز راجع به قلب، و وقتی که قرآن راجع به قلب صحبت میکنه، مقصودش همین عضله صنوبری شکله که در سمت چپ سینه قرار گرفته و میتپه. اینو بهش میگه قلب. این قلب ویژگی های عجیبی داره عزیزان. تمام توجه یک سالک الالله به همین این قلبه، به همین قلبه. در قرآن میفرماید ان الله یحول بین المرء و قلبه. الله یحول، یحول حال، یحول یعنی قرار داشتن. الله یحول، خداوند قرار داره. کجا؟ خداوند لامکانه، همه جا هست،
هیچ جا خالی از خداوند نیست. و فاذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. ای رسول اکرم، اگر بندگان من از تو راجع به من سوال کردن، اذا سالک، از تو سوال کردن، راجع به چی؟ راجع به خدا. خدا داره بیان میکنه، میگه اگر از تو درباره من سوال کردن، خدا میفرماید. یه سائل هست، سوال کننده، یک واسط هست، رسول اکرم، و یه مخاطب واقعی هست، یعنی خداوند. ما میخواییم به خدا وصل بشیم، ما میخواییم به لقاء الله برسیم، ما میخواییم از چتر حمایتی و عنایتی خداوند بهره ببریم. کجا خدا رو جستجو کنیم؟ این قبیل سوالات رو که راجع به من خداوند میفرماید از شما ای رسول اکرم کردن، فانی قریب، من نزدیکم بهشون، در نزدیکی اونها هستم. یعنی و نحن اقرب الیه من حبل الورید، یعنی از رگ گردن، از ورید. شریان خون رو به مغز میبره، ورید خون رو از مغز به قلب میاره، از مغز به قلب. من از ورید به شما نزدیکترم، بین قلب و مغز. ورید رابطه بین مغز و قلب، شریان هم رابطه بین قلبم، اما خداوند از قلب من به من نزدیکتره. قرآن میگه فاصله فیزیکی مطرح نیست، تا همه چیزه، مغز قلبه. یک ثانیه قلب تعلل بکنه در خون رسانی و خون نرسه، مغز. به همین دلیل خداوند میفرماید من خیلی نزدیکم، فانی قریب. چجوری میشه بهش رسید؟ وقتی شما به قلبتون توجه کنید. الله یقول بین المرء و قلبه، بین فرد و قلبش خداوند. پس قلب اهمیت داره، اهمیت زیاد داره. به همین دلیل اون نقطه یه که باید بهش توجه بشه تا با خدا ارتباط برقرار بشه. ضمن این که خداوند میفرماید من در سینه هیچ کسی دوتا قلب قرار ندادم، هر کسی یه قلب داره، همین یه دونه پمپی که خون رو میرسونه، همینی که خداوند از اون شاهرکی که خون رو برمیگرد با آدم نزدیک داره. و این قلب، همین قلب که خون رو میرسونه، خون رو پمپ میکنه به سراسر بدن، این از لایه‌های متعدد ساخته شده، دروازه‌های متعدد توش قرار داره. به همین دلیل سلوک به قلب و من القلب الی الله، توجه به قلب. به این دلیله که قلب به تدریج بر اساس دستورات و آموزش‌های مکتب سلوک تن و روان حالت مرآتی پیدا می‌کنه، یعنی مانند آینه میشه، یا دقیق‌تر بگیم مانند یک ریسیور میشه، مانند یک آنتن دریافت کننده
امواج غیبی میشه و هر قلبی این خاصیت رو داره. قلب صنوبری خیلی مهمه. پرداختن به قلب صنوبری خیلی مهمه. اما مربی میخواد. مربی میگه شما برو جلوی محراب بشین و جناق سینه خودت رو مانند یک محراب به شمار بیار که درش قلب در حال تپشه و به یاد کرده خداوند مشغوله و بین محراب سینه شما و محرابی که در برابرش نشستی یک جریان انرژی به گردش در میاد، یک سیاله انرژی به گردش در میاد. در اون قسمتی که روبروی شماست، در پشت محراب، ملکوت در انتظار عروج توه. با این مانترا باهاش ارتباط برقرار کن، آنتن قلبت رو باز کن، مثل اون ریسیوری که بسته است بازش بکن تا اون پیام ها رو از آن سوی محراب دریافت بکن. به این دلیلی که می‌فرماید فنادت الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب، موقعی که در برابر محراب ایستاده بود نداهایی دریافت کرد، ندا امواج که از طریق ارتعاش صوتی هوا به پرده سماخ گوش منتقل نمیشه، ولی آنتن ریسیور قلب اون رو دریافت میکنه. از کجا میاد؟ از ملکوت میاد. کی فرستندشه؟ ملائکه. فناغدت الملائکتو و هو قائمون، در حالی که او ایستاده بود و یسلی در حال انجام اعمال بدنی خاص بود و دلش به یاد کرد خدا مشغول بود، ارتباط عالم ملکوت باهاش برقرار شد. امواج ندا از عالم ملکوت به رسیور قلبش رسید. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی ولم نجعل له من قبل سمیا. اخبار از غیب بهش ابلاغ شد، مطالبی که 9 ماه 1 سال بعد قرار بود اتفاق بیفته از عالم ملکوت بهش ابلاغ شد. این خاصیت قلب عزیزم. اون کسی که قلبش باز شده، آنتن ریسیور قلبش باز شده، قرآن می‌فرماید الم نشرح لك صدرک، آیا ما صدر تو، صدر نام دیگه قلبه، باز نکردی؟ مانند گلی که باز بشه، مانند آنتن ریسیور ماهواره که باز میشه. الم نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك و رفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب و إلى ربك فارغب. با تشکر از شما یاران گرامی، شما دوستان عزیز رو تا گفتار دیگه به خدای بزرگ می‌سپارم. علی نگهدار.